پرزیدنت ترامپ امروز توافق تجاری آمریکای شمالی موسوم به USMCA را امضا کرد. این توافق تجاری میان آمریکا، کانادا و مکزیک است و جایگزین توافق پیشین موسوم به نفتا خواهد شد که به مدت بیش از 26 سال میان این سه کشور برقرار بود. در همین رابطه ارتباط مستقیم داریم با آردیتا دونلاری، خبرنگار صدای آمریکا از کاخ سفید. آردیتا، اهمیت این توافق تجاری برای دولت پرزیدنت ترامپ و اقتصاد آمریکا چه هستش؟ بله افشار، همونجوری که پرزیدنت ترامپ خودش گفت وقتی که داشت این توافق رو امضا میکرد تقریبا یک ساعت پیش در کاخ سفید، این لحظه بسیار با مهمی است و این توافق بسیار مهم برای این دولت. درست این حرفی که موقعی داشت امضا میکرد این توافق رو گفت. همونطوری گفتیم توافق میان آمریکا، مکزیک و کانادا یک توافق بسیار بسیار بزرگه که 1.2 میلیارد دلار مبادلات تجاری میان این کشورها از جمله واردات و صادرات و تقریبا هر چیزی که به تولید امریکا مربوط میشه، از تولیدات صنعتی، کشاورزی، فناوری و همه رو شامل میشه. بنابراین بسیار مهمه کاری که امروز کرد و تونست یکی از وعده‌های اصلی کارزار انتخاباتیش رو به نتیجه برسونه و اون این بودش که یک توافق جدید آمریکای شمالی رو امضا بکنه. ایشون بارها گفته بود که نفتا، اون توافق سابق آمریکای شمالی، وحشتناک بود، غیر منصفانه بود، برای منافع آمریکا، کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان آمریکا بسیار بد بود و در واقع الان تونست یک توافق جدید رو به جانشین اون جایگزین اون بکنه. اما در این حال اعلام پیروزی بزرگی کرد، برای اینکه این مهمترین توافق قانونی بوده که تونست از زمانی که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان رو در سال 2018 به دست بیارن حاصل بکنه. این توافق با حمایت هر دو حزب به نتیجه رسید و بنابراین از لحاظ سیاسی، از نظر قانون‌گذاری بسیار موفق بود، ولی از نظر سیاسی هم یک پیروزی بزرگ برای پرزیدنت ترامپ بود. افشار، آردیتا، پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بودند که این توافق تجاری نسبت به توافق پیشین یعنی نفتا پیشرفت‌های چشمگیری داشته. اقتصادان‌ها و تحلیلگران مستقل این توافق رو چطور ارزیابی می‌کنند؟ به صورت کلی آیا انتظار می‌ره که این توافق چه سودی عاید سه طرف، یعنی مکزیک، کانادا و آمریکا بکنه؟ بله افشار، پرزیدنت و افرادش که اونجا بودن بسیار خوشبینانه به این قضیه نگاه میکنن و میگن رشد بسیار بزرگی رو برای اقتصاد ایجاد میکنه و بهبود میده وضعیت کار و استخدام رو و اشتغال رو. اما اقتصاددانان و در واقع با ناظران مستقل خیلی خوشبین نیستن به این قضیه. گفتن خب بله، خیلی مهمه که ما الان یک توافق در آمریکای شمالی داریم، اما اضافه کردن که مشکل اینه که پرزیدنت در واقع کنار داشت میذاشت نفتا رو. این میتونست یک بحران بسیار بسیار بدی رو ایجاد بکنه با توجه به نبودن، یعنی فقدان هم چیزی. پس بنابراین از این لحاظ مثبته هم چیزی. اما میگن نه، اون چیز عجیب، تغییر عجیب و بهبود عجیبی که پرزیدنت و تیمش میگن، یه هم چیزی به وجود نخواهد اومد. در واقع اونا دارن پیشبینی کردن، کمیسیون تجارت گفته یک هشتصدم درصد پیشرفت ایجاد خواهد شد در زمینهای مختلف، ولی فارغ از اینها یک پیروزی بزرگ سیاسی برای پرزیدنت ترامپ و انتظار داریم که همینجوری مرتب این رو ادامه بده و در موردش صحبت کنه تا زمان انتخابات. افشار بگو. ممنون از گزارش شما آردیتا دونلاری، خبرنگار صدای آمریکا مستقیم از کاخ سفید.